نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 16 صفر سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه خواندن قرآن با صدای زیبا فرمودند: صدای زیبا در خواندن قرآن و مرثیه ها ممدوح است و آنچه که در سوره مؤمنین آمده است که به راستی که مؤمنان رستگار شدند، همانا که در نمازشان فروتنند و آنان که از کار بیهوده رو گردانند شامل هر صدای زیبایی نمی شوند. معظم الله در ادامه تاکید فرمودند: لغو به چیزی گفته می شود که موجب طرب شود و این گونه تفسیر شده که موجب له و لعب گردد، وگرنه صدای زیبا مطلوب است و اشکالی ندارد و اتفاقا توصیه شده که انسان با صدای زیبا قرآن را بخواند. معظم الله در رابطه با حکم صدای زن فرمودند: نه بر خود زن حرام است که صدای او را اجنبی بشنود و نه بر اجنبی حرام است که آن را بشنود. فقط در قرآن در آیه 32 سوره احزاب آمده است: پس زنها نازک و نرم با مردان سخن مگویید. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند: لذا اگر صدای زن عادی باشد و خضوع در کلام وجود نداشته باشد اشکالی ندارد و نه آنکه آن را نازک کند آنگونه که در قرآن آمده است و موجب برانگیخته شدن شهوت مردان شود. در این صورت این کار هم بر مرد و هم بر زن حرام است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. سلام علیکم. ببینید صدای زن عورت نی، یعنی حروم نی، اگر صدا عادی باشه. اگر نه زمان خود ائمه علیهم السلام زنها بودن نواد، روایت در حضرت صادق صلوات الله علیه، حضرت باقر صلوات الله علیه یه پولی گذاشتن، وصیت کردن به حضرت صادق علیه السلام که در منا که مردم جمعن یه عده زنهای نوحه خان، نوادب جمع نادبه است، نادبه یعنی زن، اینها رو پول بده که برای حضرت باقر علیه السلام که در هفتم ذوالحجه شهید شدن توی دهم و یازدهم و دوازدهم ذوالحجه تو منا زنها ندبه کنن. ندبه معناش آهسته خوندن نیست، معناش داد زدنه، صدا زدنه. زن اگه صداش ناز و غمزه نکنه توش، نه بر خودش حرامه نه اون مردی که میشنوه حرامه گوش بده. بله اگه یه مردی با این گوش دادن ریبه براش میشه، یعنی تداعی مسئله جنسی میشه، اون حرامه گوش بده. اما اگر صدا عادیه عورت نیست، اشکال نداره.